مثال قرآنی دیگه هم میزنم، دو تا مثال قرآنی دیگه هم میزنم که قرآن مورد اجماع همه برادران شیعه و سنی هستش. سوره آل عمران یه آیه خیلی عجیبی داریم، خیلی هم خوندیم بهش دقت هم نکردیم، یعنی با پیش زمینه این آیه رو خوندیم. مادر حضرت مریم سلام الله علیه ما، ایشون از خداوند متعال یه پسری میخواد که خادم بیت المقدس بشه، خدا عوضش بهش دختر میده. که بحثم سوره آل عمران میکنه دیگه، لیس از ذکر و کل انسا، این بحثو شکل میگیره. منتها اصلا طبق قواعد اونها اصلا زن رو راه نمیدادن. خلاصه با کلی دعوا و پارتی بازی و اینها، چون از فامیل های حضرت زکریا هستن اینها، خدمت شما عرض کنم یه بالا خونه تو بیت المقدس براشون درست کردن که محراب به معنی محرابی که ما میگیم تو مسجد نیست، یعنی بالا خونه، یه حجره ای، حجره ای، آره اون ارتفاع هم بوده براشون درست کردن. صبح تا شب ایشون یه مشغول عبادت بوده دیگه، مریم قدیسه است. بعد خب هر کسی که نمیتونه حامل و رحمی باشه که از اون یک همچین موجودی، همچین وجودی میخواد به دنیا بیاد، یه واسطه میخواسته اینجا. اینجا خداوند متعال میفرماد فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد خواسته شو. بعد او رو رشد داد، حضرت مریم رو. میرم جلوتر دیگه، عربیشو نمیخونم، زودتر چون میخوام وقت برنامه رو بگیرم. و کفلها زکریا، تکفلش از زکریا بر عهده گرفت. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر بار حضرت زکریا وارد این خونه حجره حضرت مریم میشد، وجد عندها رزقا. چی میدید؟ میخوام شما بفهم یه رزقی، یه رزقی میدید، یه موجب یه قضا اومده بود، میوه اومده بود، که تعجب میکرد از زکریا. میفرمود قال یا مریم انا لک هذا، اینا کجا اومده؟ قالت، پاسخ داد حضرت مریم، هو من عند الله، یعنی چی؟ بس نزد خداست. ما اینجا دقت نکردیم، حضرت داره میفرماد هو من عند الله. شما به قضا میگید هو؟ کدوم عربی به قضا میگه هو؟ اگه بخوام بگن قاعدتا ما یا هازا هازا، بله. حضرت زکریا میپرسه این از کجا آمده، درسته؟ انا لک هازا، اما او پاسخ میده او، به کی داره اشاره میکنه؟ این او خود خدا نیست، چون من عند الله، از نزد خداست. اینجا که حضرت مریم داره رزق میگیره، با واسطه یک فردی داره میگیره. این رزق اعمه، خدا بیامرز آیت الله مشکینش میفهمه، این رزق اعمه از رزق قضا خوردنه. ما میگیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية، ما مثلا خورشت قیمه قرمه سبزی میدن. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود. واسطه رزق اون سفره هایی که زیارت آخر زیارت امین الله داری عرض کردم، اهل بیت. حتی مریم علیها السلام اگر میخواد رزقی بگیره، به واسطه این بزرگواران میگیره. اینجا نشون میده که یک نفر واسطه ایست بین خدا و حضرت مریم، و او واسطه رزق آورده که حضرت مریم داره استفاده میکنه. بله. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. یه آیه دیگه میگم که همه آشناس براشون، همه بلدیم، خوشبختانه متاسفانه. خوشبختانه چون حفظیم، متاسفانه بهش فکر نمیکنیم. این سوره هم شیعه و سنی اجماع دارن در مورد اهل بیت، اجماع دارن، و یک اجماع خیلی سنگین و محکم برش هست. بله. سوره انسان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اطعام به واسطه این بزرگواران داره صورت میگیره. یک موقع شما این یتیم و اسیر و فقیر عادی میبینید، حالا یه سوال از شما میپرسم، میشه بفهمید چه تو اسیری بود تو خیابون داشت میچرخید؟ بله. اگه اسیر بود که تو زندان باید باشه. اینجا چیکار میکرد؟ وسط خیلی اونجا در میزده آقا گشنمه. شاید این اسیری که ما منظورمونه نیست، میتونه این اون که هست، ما باید ظاهر آیار که نمیتونه بس بزنیم. اینجا شأن نزول داره، منطقه اماد که اگر فقیری، اگه چیزی نداری، اگر یتیمی بدون پدر و مادری، بدون بی پدری، چه بی پدر؟ دنبال بابای اصلیت باش. انا و علی ابو هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. بیاد برید از اونجا بگیرید. و اگر اسیری میشه، بسا اسیر این دنیا، اسیر همین که چشممون داره نعمتهای این دنیا رو فقط میبینه. الان یه نفر بگید چه آدمی، چه نعمت خود، نعمتهای خود بشه داده، چی ماشین شاسی بلند سوار میشه. بله. دیدید آقا خونه این طور داره. قرآن میفرماد اگر شما در مخالفت با امر الهی امت واحده نمیشدید، یعنی اگر من این کارو میکردم، همه شما میمدید مقابل با میستید.
خدا میخواستی چیکار کنی؟ هیچ، میخواستم سقف و نردبون خونه کافرها رو از طلا قرار بدم، طلا و نقره، نقره فزه، بله. از نقره قرار بدم. این یعنی چی؟ یعنی ما باید تصحیح کنیم نگاهمون، درک ما از نعمت چیه؟ درک ما از نعمت از سفره فقط پلو خورشه؟ این خیلی مهمه ها. خداوند متعال میفهمد اگر شما اون درک عمیق رو میداشتید، من از دنیا انقدر به اینا میدادم که نگام نکنن، بله، غرق بشن اون سنت استدراج و املا، برن غرق بشن تدریجا تو همون مرض خودشون بمونن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. برداشتم از نعمت چیه؟ تو میگه آقا بعضی خدا چه نعمت، بله این نعمت دنیا هم نعمت، اما آیا در راه هدایت الهی استفاده میکنی یا نه؟ چیزی که در راه هدایت الهی استفاده میشه، رحمت که نیست هیچ، مایه ظلمت هم هست، بله. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. همین قرآن که نور و رحمت و شفاءه، برای کی؟ برای مؤمن، برای کسی که صورتش به سمت نوره. کسی که صورتش به سمت نوره میتونه از نور بهره ببره. کسی که چشاشو بسته یا پشتشو به نور کرده، این نور براش ارزشی داره؟ اون رو در ظلمت بیشتر فرو میبره. بله.